اگر برگردیم به مسیر تئاتری تو تئاتر رو با در واقع علی رفیعی شروع کردی. آره با علی رفیعی شروع. تو دوره اصلاحات شروع کردی تئاتر رو. بعد دوره احمدی نژاد هم بازی کردی، کار کردی. دوره بعدی این سه دوره رو اگه بخوای مقایسه کنی، بهترین دوره‌ای که تئاتر داشته کدوم دوره؟ والا بیشک همون دوره اصلاحات بود. دوره احمدی نژاد سخت‌ترین دوره بود. از این منظر برام مهم بود که من تو اون دوره گفتم گروه تئاتریم رو میکشم بالا. گفتم تو بدترین دوره باید این کار رو بکنم که دوره احمدی نژاد بود و این کار رو کردم. تو همون دوره لیف شکل گرفت. چون لیف حداقل توی تئاتر اسم گروهته. بله. توی تئاتر خیلی جریان‌های خوبی رو به وجود آورد. و مثلا فستیوال داشتیم، این بود که جزو چیزهایی بودیم که البته دولت سوء استفاده کرد از کارهای ماها، چون اونا عاشق این هستن که به فرهنگ پول ندن و ما بحث تئاتر خصوصی رو پیش کشیدیم، از این استقبال کردن، دیگه پولم ندادن به ایشکی. تا قبل اون به تئاتر یه مقدار میرسیدن. تئاتر دولتی بود دیگه. بله تقریبا. از اون موقع خوششون اومد، نه اینکه اون مقوله رو فهمیده باشن، چون بعید میدونم اصلا فهم خیلی درستی در مورد این اتفاقاتی که ما داشتیم فکر میکردیم برای هنر خوبه که تابع جایی نباشه، اینو فهمیده باشن. فقط پول ندادنش رو خوب فهمیدن که دیگه ندادن، به هیچکی ندادن. یعنی تو دوری احمدی نژاد تجربه خوبی کردی؟ تو اون دوره همه چی رو درست کردیم ما خودمون. خیلی جالبه، چون تو دوره احمدی نژاد یک اتفاق تو سینما میفته، اسخر فرهادی میشه، کشف دوره احمدی نژاد اسخر فرهادیه دیگه. خیلی نکته غریبی ها. واقعیتش من دارم میگم که یه دوره قبلش رو نگاه بکنیم، چون آدمایی هستن از قبل‌تر میان. دارن میان. بله. اونجا مشتر رو داره میزنه. آره اونجا دیگه تثبیت میشه دیگه. بله. درسته. آره احمد اسخر فرهادی از دوره اصلاحات اومد دیگه. بله. با شهر زیبا و اون فیلم رقص در غبار. ولی خب توی شکوفا شد توی دوره احمدی نژاد و دوره احمدی نژاد مجبور شد که بپذیره شکوفایی شو. بله. نکته خیلی مهمی این قضیه. پس معتقدی تا در دوره اصلاحات از همه دوره ها بهتر بوده؟ بله از همه دوره ها فکر میکنم بهتر بود. الان تئاتر در چه وضعیه؟ الان که بعد کرونا و بعد این اتفاقات کاملا به نظرم انگار تموم شده است. خوشایند ایناست، چون تئاتر چیزی هستش که حتما دلشون میخواست. ولی مقوله اینجاست سینما تعطیل بشه. واقعیت همینه. من از اول یادمه تو هر جایی هم نشستیم من گفتم که دغدغه فرهنگ مخصوصا تئاتر مسئله اینا هیچ وقت نبوده. مسئله امروز، یعنی مسئله مدیریت امروز منظورته؟ امروز هم نه، از قبل هم از همین قبل. بود اصلا مسئله شون نبوده. کدوم دوره بوده؟ ببینین تقریبا توی دوره‌ای که یه ذره میگم همون دوران اصلاحات بود، چون شاخصای اون آدم‌ها آدمای حداقل نمایش دیده بودن، اگه هم می‌خواستن تعطیل بکنن پای نمایش دیده بودن. این الان مسئولین الان یکشون نمی‌دونن نمایش چیه، شاید می‌دونن ها، مثلا بولینگ عبدو رو می‌دونن که مثلا مخاطب بره اونجا که توی سالن‌های غیر حرفه‌ای خصوصی اجرا می‌شده که بیشترشون کمدی و مخاطب مثلا خانواده میان چیپس میگیرن پاپ کورن هم میگیرن میخندن. تئاتر گلدیس دیگه. هیچ کدوم اینا من قسم میخورم تئاتر ندیدن، اصلا ندیدن. شاید مثلا یکیشون گمراه شده یا یکی دستشو گرفته گفته مثلا تو حداقل مثلا تو آدم فرهنگی هستی بیا بشین تئاتر ببین. خودشون به دل خودشون نیومدن. و یه نکته ای، سینما بگیم که عناصر این که یه فیلم ساخته بشه چیه؟ یه بودجه ای هست، یه بازیگر، دوربینه، تدوینه و یه چیزه، این ساخته میشه. حالا که اینشون بدیم کاری نداریم، ولی ساخته شده. ولی تئاتر میگیم که متن، بازیگر، کارگردانه و مردم. این تماشاچی رو به هیچ عنوان نمیشه
چون تا یک تئاتر نیاد جلوی بیننده اون اثر کامل نیست، زمانی میاد کامله. پس تماشاچی تئاتر رکن تئاتره. الان تماشاچی تئاتر نمیره، نه اینکه علاقه ای نداره ها، قهره. سینما هم نمیره، ولی سینما یه دونه را داره. ما همه این آدما نشستن تو خونه، همه فیلم ها رو دارن دنبال میکنن، ولی تو سینما قدم نمیذارن که دیده نشن، چون دارن یه کنشی رو دنبال میکنن. تو تئاتر نمیان که دیده نشن، چون این دیده نشدنه. ولی اگه تئاتر رو ببریم مثلا بگیم که توی پلتفرمی هست، شده که آمار اونجا مثلا بگیم که این همه آدم دارن میبینن، شده یه نفرشون بگیره تکثیر بکنه که همه ببینن، این کار رو خواهند کرد، تئاتر رو دنبال میکنن. نشون دادیم تو این سالا که خیلی مردم تشنن به تئاتر، خیلی تشنن، حتی خیلی تشنن. از خیلی جا از فیلم جلو زد. دیگه مخاطبش چقدر بله. به نسبت سینما دارم میگم، یه سالن یه سالونه. سینما تو همه جای ایران یه فیلم داره نشون میده، درصدی که داره میفروشه باید بفهمیم که این چقدر جلوه، داره میبره تئاتر. نمیرن چون دارن یه کنش اجتماعی رو انجام میدن، نه اینکه علاقه ندارن. نباید دیده بشن تو سالن، نباید نشون بدن که ما الان تو اجتماع داریم با فعالیت‌های شما که مجوز داریم میدین حضور داریم. تو پلتفرم میشینن ته همه چی رو در میارن، همه چی دارن میبینن. بعید میدونم فیلمی در بیاد جوانای امروز نبینن. اما بگین که بیاین تو سینما ببینین، هیچکی نمیاد. تو تئاتر هم هیچکی نمیاد. تو سینما مهم نیست، چون میره اونجا میبینه. تو تئاتر مهمه. یعنی معنا نظر فرهنگی در شرایط خیلی ویژه و خاصی قرار داره. بله، به نظر من جزو چیزهایی هستش که تو نمودارش شاید یه بزنگاه تاریخی قرار داریم. به خاطر اینکه من میتونم بفهمم که یه با مسئله پارادایم سر و کار داریم. ماجرا این نیستش که یک چیزی داریم اصلاح میکنیم، ماجرا این هستش که به این رسیدیم که داریم میگیم که نه آقا، این خیلی نباید تغییر بکنه، خیلی چیزا باید عوض بشه. بله، یعنی که تو این بزنگاه خیلی مهم قرار داریم توی تاریخ بعد انقلاب. من چون حافظه خیلی خوبی ندارم، یه چند تا جا بود که به زنگاه مهم بود. یکی از این روزها همین امروزه. بله بله، قبلا هم بود ولی الان خیلی به زنگاه خاصی. بله بله، چون پاره فرهنگی مدرن جامعه خیلی رشد کرده. یعنی پاره مدرن جامعه، چون جامعه ما جامعه دچار چنگانگی فرهنگی. بله بله دیگه بله. ما یه پاره مدرن داریم، یه پاره سنتی. پاره مدرن رشد کرده، خیلی روش کردیم. بله، وحشتناک. ما نمیخواییم بپذیریم چیزی که شاه نپذیرفت. پاره سنتی جامعه روش کرده بود در زمانی که شما موقع بچه بودید، سالهای 56 55 پاره سنتی جامعه روش کرده بود و شاه نمیفهمید پاره سنتی جامعه روش، و ما الان نمیفهمیم پاره مدرن جامعه روش کرده. دقیقاً. ندیدیم اینو. آره. ندیدیم. یعنی حتی اون تظاهرات چی زیادتونه؟ سکوت. بله. 88 منظورته. اون که بی‌نظیرترین تظاهرات تاریخ اومد بیرون که هیچ کی فکر نمی‌کرد وجود داره. اصلاً اون مهم‌ترین معلوم بود که نادیده گرفتن. نه، اون مهم‌ترین تظاهرات طبقه متوسط. بله، بله، در بله. ایران. دقیقاً. یعنی طبقه دقیقاً. متوسط یک بار منسجم اومده بیرون، اون تظاهرات 88. بله. طبقه متوسط، طبقه متوسط یعنی تحصیل کرده ها، یعنی دکترا، یعنی مهندسا، موتور جامعه. بله، یعنی طبقه متوسط یعنی این، یعنی این رو ما باید بفهمیم که طبقه متوسط یعنی تحصیل کرده های جامعه. بله، این نکته خیلی مهمیه. آره، اون خیلی مهمه قضیه. الان در واقع یک جور خاصیه دیگه. ما تغییرات جامعه رو نمیخوایم، تغییرات پاره مدرن جامعه. آقا پاره مدرن جامعه تقاضایی داره. یعنی داستان اینه الان دیگه. داستان این نیست که همه چیز رو ما با واژه‌های دیگری، با تحلیل‌های دیگری چیز کنیم و اینا. خب الان در واقع سینما رو چگونه می‌بینی؟ وضعیت سینما الان کار می‌کنی سینما یا نه کار؟ وا
والا سینما هم شده این وسط، ولی انقدر این سریال ها تون که آره تایمشون طولانی هن اجازه نمیدن. من مثلا همین اواخر واقعا کلی چیز داشتم، پیشنهاد سینمایی داشتم، نمیتونستم چون درگیر این بودم. میدونم که اونا حداقل یک ماه تا دو ماه به زمان نیاز دارن که آدم اونجا باشه و من همش درگیر سریالم متاسفانه. درگیر اصلا سریالات تو رو چیز که من رهایم کنه دیدم. بله. نیو کمپ هم دیدم، اینا رو دیدم من سریالای تو قضیه. علم که سریال کیارش اثری سایه داری. بله. با عطارم بازی میکنی. غیر از این دوتا سریال دیگه هم بازی کرده بودی تو مثل این که؟ فکر میکنم راز بقای سعید آقاخانی بود. آره. اونایی که تو پلتفرم بودن. بعد قبل اون یادم نمیاد، ولی بقیه سریال هایی بود که اون زمان های خیلی دور توی تلویزیون. آره تلویزیون که مسافرانه الان داره. شمدونی و مسافرانه. آره شمدونی و مسافرانه. مسافر خیلی سریال خوب بود. بله بله سریال تو همون دوره بود. هم بود اصلا. آره اون دوره اون طنزای تلویزیون هم درخشانه. بله اون طنزایی که اون موقع ساخته شد، هم پیمان قاسم خانی مینوشت و اینا و بعضیش مهران مدیری کار میکنه. این رامبد جوان کار کرده. بله بله اونا هم درخشانه، اونا هم تکرار نشده، اونا هم در تاریخ طنز ایران یعنی دگرگون کردن طنز و سینمای طنز و اصلا تلویزیون در یک دوره دگرگون میکنه سینمای طنز و پاورچین یادته، نقطه چین یادته. بله بله اونا هم سریال خیلی خوب بودن، به ویژه سریال عطاران که تو بازی نکردی تو. بله خیلی خوب بودن. من عطاران رو بیشتر از بقیه دوست. آره عطاران مهمترین سریال ها رو ساخته چون توشون طبقه پایین خیلی خوب در اومده. بله. یعنی طبقه پایین خیلی خوب در اومده قضیه رو.